پلیس ترکیه دیروز امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو رو به اتهام نقض مقررات ویزا بازداشت کرد. اما هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ایران گفته بود بازداشت این خواننده ایرانی در ترکیه با درخواست مراجع قضایی ایران انجام شده. پلیس ترکیه گفته که هنوز تصمیمی برای بازگرداندن تتلو به ایران گرفته نشده. پیشتر از بهزاد بلور همکارم درباره توضیحات آخرین خبرها یا تازه‌ترین خبرها در این مورد پرسیدم. شرکت آونگ، شرکت موسیقی که آهنگ‌های تتلو رو یک سال خورده نشر می‌کنه، آرمین هاشمی تومایی رو دیروز داد که در حدود 230,000 امضا پاش هست و ممکنه به 500,000 برسه. این خیلی تاثیر مثبت داشته. و باز شرکت آونگ یک وکیلی رو استخدام کرد، خانم گل به دوغموش، که ایشون به دادگاه یک درخواستی رو داره که تجدید نظر کنن، چون اولین حکمی که برای تتلو بود خلاف مواد مخدر بود که خلافی کرده و به خاطر این باید دستگیر بشه. بعد دادگاه یا پلیس ترکیه حرفش رو عوض کرد، شاید به خاطر فشار از خانم عمومی. بعدها اینو به دادگاه دادن و چند روزی طول خواهد کشید تا به نتیجه برسه. در این حال یکی از میگن سازمان‌های حقوق بشر هم باش تماس گرفتن، به بازداشتگاه حتی رفتن و بهش این خاطر جمعی رو دادن که میتونه تغییر در حکمش بشه. و همونطور که گفتی امیدهایی وجود داره، اما مشخص هست که واقعا بالاخره این اتهام چه بود و بله، اتهام اول این بود که ترویج مواد مخدر، چون در بسیاری از ویدیوهاش این کارو میکنه، مواد مخدر رو از دید ادعایی که میکنه هم دولت ایران هم حکم اول در ترکیه این بود که مواد مخدر خلافه. و این وکیل جدید میخواد ثابت کنه همچین خلافی رو در ترکیه انجام نداده و موردش فقط ویزاست و اونم میتونه حل بشه. در این حال طرفداراش هم در این یه روز رفتن پشت بازداشتگاه بهش دارن کمک میکنن. گهگاهی هم تتلو از بازداشتگاه برای تنفس میاد بیرون و این ارفاقو بهش دادن که میاد بیرون تلفنش استفاده کنه و این پیام هایی که میبینین میاد به خاطر اینکه این لحظه